سازمان ملل در اجلاس سالانه کمیساریای پناهندگان هشدار داد که تعداد آوارگان به بیش از 123 میلیون نفر رسیده و از کشورهای جهان خواست تا موانع ورود پناهندگان را حذف کنند. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل بر لزوم همکاری بین المللی برای حل بحرانهای انسانی و رسیدگی به علل اصلی مهاجرت تأکید کرد. توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می‌کنم. در اجلاس سالانه کمیساریای پناهندگان سازمان ملل، فیلیپو گراندی، کمیسر عالی این سازمان، هشدار داد که تعداد آوارگان در جهان به بیش از 123 میلیون نفر رسیده است. وی از کشورهای جهان خواست تا موانع قانونی را که مانع ورود پناهندگان و مهاجران می شود حذف کنند و بر ضرورت توجه به علل اصلی مهاجرت تاکید کرد. گراندی در سخنرانی خود به بیش از 100 میلیون دیپلمات بین المللی گفت: نباید تنها به مرزهایتان فکر کنید. ما باید به ریشه های مشکلاتی که مردم را وادار به ترک خانه هایشان می کند رسیدگی کنیم. وی همچنین خواستار همکاری کشورهای مختلف برای یافتن راه حل های پایدار برای بحران های انسانی شد. او به شرایط بحرانی لبنان نیز اشاره کرد، جایی که به دنبال حملات مکرر اسرائیل بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند. گراندی نسبت به افزایش تعداد آوارگان در صورت ادامه حملات هشدار داد و تاکید کرد که نیاز به کمک‌های بشردوستانه در این مناطق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. علاوه بر این، وی بر ضرورت حمایت از پناهندگان فراری از درگیری‌ها در سودان تاکید کرد و خطر افزایش تعداد آوارگان این کشور را به 10 میلیون نفر پیش بینی کرد. در غزه نیز وضعیت وخیم گزارش شده، به طوری که 90% از ساکنان آن حداقل یک بار آواره شدند. گراندی از جامعه جهانی خواست تا هرچه سریع‌تر به کمک این افراد بشتابد. همراه هستیم با محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول. آقای لحمی سلام و عرض ادب. آقای لحمی، با توجه به افزایش بی سابقه تعداد آوارگان و ضرورت همکاری بین المللی برای حل بحران‌های انسانی، به نظر شما چه اقداماتی باید به طور فوری انجام بشه تا شرایط زندگی این افراد رو به بهبودی قرار بگیره و موانع ورود آنها به کشورهای امن برطرف بشه؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم اجلاس عالی و بینندگان گرامی قدر شبکه جهانی، آقای محسن سلام عرض میکنم. توسعه و تقویت سیاست‌های پناهندگی، واژه پناهندگی، کلمه پناهندگی واژه بسیار دردناکیه برای همه این 123 میلیون نفری که در دنیا تجربهش کردن و باش دست و پنجه نرم کردن. کشورها باید از سیاست‌های شفاف و انسانی برای پذیرش و حمایت از آوارگان همکاری لازم رو داشته باشن. همکاری بین المللی بین دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در جهت حمایت از کشورهایی که بار اصلی آوارگان و پناهندگان رو دارن در دنیا تحمل می‌کنند. توسعه زیربناها و امکانات کشورهای پناهنده پذیر برای آوارگان و پناهندگان بسیار مهمه و حائز اهمیته. آموزش و توانمندسازی برای آوارگان و پناهندگان، چون با چالش‌های جدیدی این افراد در زندگی روبرو میشن، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ فرهنگی. مبارزه با پیش‌داوری و افزایش آگاهی عمومی و کاهش اون آستیگمات‌های بدچشمی که به وضعیت پناهندگان در دنیا حالا رقم خورده و دیده میشه. حمایت از طرح‌های عملی انسانی و نه بغض‌های کلامی که مثل سازمان ملل فقط در کلامشون از آوارگان و پناهندگان حمایت میکنن. بله، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.